رئیس اجرایی افغانستان میگوید اگر جلوه خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته نشود، این چالش بیشتر از گذشته درد سرساز خواهد شد. عبدالعبدالله که روز دوشنبه از 1500 معتاد بستری در کمپ فینکس کابل دیدار کرد، با اقدام جدی از سوی وزارت امور داخله در کار گرفتاری فروشندگان مواد مخدر تاکید کرد. آقای عبدالعبدالله گفت که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در افغانستان تلاش‌های ثمربخشی انجام نشده است و این علت سبب شده تا رقم معتاد دان در این کشور افزایش یابد. یکی از معتادین در صحبت‌هایش که از ما یادآوری کردن گفتن اونایی که می‌فروشن مواد مخدر جلو از او گرفته نمیشن. ما که مشکل داریم یا همسال ما که مشکل دارن وقتی که در پشت خانه مایی برسه طبعا تشویق میشیم که بریم و باز استفاده کنیم. مهم است علی به وزارت داخله وظیفه خود دادیم که در این قسمت جدی اقدام کنند تا بال توجه زیاد صورت نگیرد. یافته های اخیر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که در سال 2015 میلادی 600 تن از فروشندگان مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه به سالهای گذشته رقم بلند فروشندگان مواد مخدر را نشان می دهد. این شفاخانه که کمپ فینکس نام دارد پیش از این پایگاه نظامی خارجیان بود، اما نزدیک به یک ماه پیش این کمپ به فرمان رئیس جمهور غنی برای درمان معتادان اختصاص داده شد و در حال حاضر 1500 معتاد به مواد مخدر در آن زیر درمان قرار دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید تا کنون 700 تن از معتادان به مواد مخدر در این شفاخانه بستری شدند و گنجایش 800 بستری دیگر را دارد. شماری از معتادان به مواد مخدر میگویند بسیاری از آنان به علت دسترسی آسان به مواد مخدر نتوانستند این عمل را ترک کنند و پیوسته از آن استفاده کردند. وکیل احمد که باشنده هرات است در این باره که چرا نتوانسته است این پدیده را ترک کند برای من میگوید. وکیل احمد هستم از ولایت هرات. ما ساقیای اونده در خود هرات داریم، از دیگه ولایت ها نمیفهمم که کلگی از یا که خودم در صفوفی همی ها بودم میرم حق خودم میگیره صبح به صبح شنبه به شنبه میگیره. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از افزایش رقم معتادان در کشور نگران است و از تلاش‌های تازه برای درمان معتادان سخن میزند. خانم عظیمی میگوید برنامه‌های تازه را در این راستا روی دست دارند و دو مرکز تازه را برای تداوی معتادان ایجاد کرده است. دو کمپلکس هم در القریب در حال تکمیل هستیم، در یکی در ولایت هلمند که کارش 98% از سوی وزارت ما تکمیل شده، ان شاءالله تسلیم وزارت محترم سعد عامه به خاطر هم تو یک مرکز آماده شده و یک کمپ دیگه هم کمپلکس در ولایت نگرهار است که کار از او تقریبا در حدود 60% بالاتر تکمیل شده. برای درمان معتادان به مواد مخدر در افغانستان در حالی از تلاش ها سخن زده می شود که در حال حاضر بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور در 132 ولسوالی ولایت های افغانستان کشت کوکنار ادامه دارد. گزارش های اخیر نشان می دهد که پس از آزمایش های صحی مشخص شده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند و حدود 40,000 معتاد به مواد مخدر در این کشور نیاز به تداوی دارند.